تشخیص سرطان در بدن معمولاً کاری زمانبر و چالش برانگیز است، اما پژوهشگران به تازگی توانستند به کمک فناوری نوین یک روش تشخیص آسان‌تر، سریع‌تر و راحت‌تر ابداع کنند. در روش جدید لنزی ساخته شده که می‌تواند نشانه‌های وجود سرطان را در اشک چشم تشخیص دهد و رنگ آن موقع تشخیص تعویض می‌شود. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله امسال نیز قصد دارد طرح نیکوکاران صندلی زائر را در ایام زیارت اربعین اجرا کند. بر اساس این طرح که برای دومین سال پیاپی انجام خواهد شد، این مؤسسه با اختصاص صندلی‌های مخصوص انتقال معلولان به خدمت رسانی به زائران حسینی علیه السلام می‌پردازند. سال گذشته نیز این مؤسسه برای اولین بار با استفاده از 85 صندلی در طول روزهای اربعین به زائران معلول و ناتوان جسمی خدمت رسانی کرد. جهاد دیوان، مدیر اطلاع رسانی سازمان هواپیماهای کشور عراق، به خبرگزاری رسمی این کشور گفت پروازها در فرودگاه بغداد ادامه دارد و هیچ گونه توقفی در پروازهای آن وجود ندارد. عملیات مشترک عراق در پی تحولات اخیر این کشور و ورود معترضان به اماکن دولتی در منطقه امنیتی سبز بغداد در سراسر استان‌های این کشور منع آمد و رفت اعلام کرد. روزنامه فرانسوی زبان معروف لالیبر در بلژیک در گزارش خود درباره وضعیت اسفبار مسلمانان در هند و تغییر مجازات برای کسانی که علیه آنها جنایت می‌کنند اظهار نظر کرده است. این روزنامه در گزارش خود با عنوان برنامه ضد مسلمانان در هند ادامه دارد نوشت تبرئه 11 متهم تجاوز و قتل یک خانواده مسلمان گواه فضای معافیت از مجازات علیه افرادی است که به این اقلیت مذهبی ستم می‌کنند. سایت گوگل الگوریتم‌هایی برای کاهش دیده شدن محتواهای مرتبط با همه ادیان و برخی جریان‌های سیاسی در نتایج جستجو دارد. این در اظهارات مهندس ارشد و اخراجی گوگل بیلی کلموین بیان شد که گفت گوگل فهرستی نامعلوم از ده‌ها هزار کلمه ممنوعه دارد که هنگام رتبه‌بندی نتایج جستجو و نمایش محبوب‌ترین سایت‌ها نادیده گرفته می‌شوند. ضیاء حمید صاعق، رئیس بخش پروژه‌های مهندسی آستان مقدس عباسی اظهار داشت مجتمع خدماتی جدید ویژه بانوان در نزدیکی مهمان سرای خارجی آستان مقدس عباسی واقع در مسیر نجف کربلا طی روزهای اربعین مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.